قانونگذاران آمریکایی در مجلس سنا و نمایندگان در واکنش به حملات روز شنبه گروه حماس مورد حمایت جمهوری اسلامی به اسرائیل واکنش نشان داده و بر حق اسرائیل برای دفاع از خود و لزوم حمایت از این متحد کلیدی آمریکا در خاورمیانه تاکید کردند. در مجلس سنا رهبر اکثریت سناتور چاک شومر از حزب دموکرات در بیانیهی حمله حماس را تروریستی نامید و به عنوان رهبر اکثریت سنا گفت من این تضمین را می‌دهم که اسرائیل از حمایت کامل برای اقدامات دفاعی برخوردار است سناتور میچ مکانل رهبر اقلیت جمهوریخواه در سنا نیز در بیانیه‌ای گفت خشونت تروریستی امروز علیه اسرائیل یادآور شرارتی است که از سوی حماس جهاد اسلامی و از طریق حامیان آنها در تهران اجرا می شود. او ادامه داد تروریست های مسئول این حمله علیه اسرائیل توسط ایران آموزش دیده و تجهیز شدند. همان دولت تروریستی که پهبادهای مگبار را برای حمله به اوکراین در اختیار روسیه قرار می دهند. باید عواقبی برای کسانی که چنین ترور را انجام می دهند یا از آن حمایت می کنند وجود داشته باشند. سناتور جمهوری خواه لینزی گراهام در رشته پیامهایی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که انگیزه تهران از هدایت این حمله تاثیرگذاری بر تلاش های عادیسازی روابط بین عربستان سعودی و اسرائیل است که به گفته این عضو ارشد سنا تحقق آن کابوسی برای تهران و حماس خواهد بود همزمان سناتور جمهوریخواه ماشا بلکبرن در بیانیه اعلام کرد که حمله حماس علیه اسرائیل صرفا چند هفته پس از اینکه دولت بایدن 6 میلیارد دلار به ایران داد رخ دهد. سناتور مارک وارنر رئیس کمیته اطلاعات مجلس سنا از حزب دموکرات هم گفته است آمریکا در کنار مردم و دولت اسرائیل در برابر حمله گروه تروریستی ایستاده است و در مجلس نمایندگان رهبر اقلیت این مجلس حکیم جفریز دموکرات در بیانیه نوشت مجلس نمایندگان در کنار اسرائیل تا زمانی که تهاجم حماس سرکوب شده و امنیت در جنوب اسرائیل و سراسر کشور برای همیشه برقرار شود میماند مایکل مکال رئیس جمهوری کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان هم در بیانیه ضمن محکوم کردن حمله تروریستی حماس مورد حمایت ایران گفت به همین دلیل است که من قویاً از کمک نظامی امنیتی بیشتر از ایالات متحده به اسرائیل حمایت می کنم. زیرا اسرائیل همیشه باید آماده و قادر به مقابله در هر زمانی باشند. اسرائیل حق دارد از خود دفاع کنند و ایالات متحده در کنار دوست و متحدش می مارک کریمیان صدای آمریکا